سلام، به سرویس خبری ساعت 8 از غزنویان خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 ماه عقرب خورشیدی که برابر است با 8 نوامبر 2020 میلادی در نخست مهمترین رویدادهای روز. پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تبریکی گفتن رئیس جمهور غنی با او. کاهش خشونت در برابر خبرنگاران در ولایت غزنی. کشته شدن 4 نیروی ارتش در حمله طالبان در کندوز و بازداشت 2 تن از جنگجویان گروه طالبان در ولایت ننگرهار. حال هم مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را تبریک گفته است. آقای غنی امروز در توییت همچنان نوشته است که افغانستان به دنبال ادامه همکاری های استراتژیک چند جانبه با آمریکا، از جمله همکاری های اساسی در راستای مبارزه با تروریسم و آوردن صلح در افغانستان است. نورالله رضایی گزارش می دهد. بر اساس گزارش رسانه های بین المللی، جو بایدن نامزد حزب دموکرات، دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی و نامزد حزب جمهور خواه امریکا را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور شکست داده است. اشرف غنی رئیس جمهور کشور امروز در توییتی نوشته است که افغانستان به دنبال ادامه همکاری های استراتژیک چند جانبه با آمریکا، از جمله همکاری های اساسی در راستای مبارزه با تروریسم و آوردن صلح در افغانستان است. گذشته از این، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز پیروزی چشمگیر بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفته است. گزارش شده است که جو بایدن با کسب بیش از 74 میلیون رای نصاب لازم 270 رای الکترال برای پیروزی را تکمیل کرده است. کسب بیش از 74 میلیون رای از سوی بایدن بالاترین تعداد آرای یک نامزد ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا گفته شده است. خشونت در برابر خبرنگاران در ولایت غزنی کاهش یافته است. مسئولان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران در ولایت غزنی با بیان این مطلب میگویند با وجود که کاهش خشونت‌ها، هنوز هم چالش‌ها و مشکلات در برابر کار خبرنگاران در ولایت غزنی وجود دارد. توریاله تابش جزئیات می‌دهد. اینجا نشست به مناسبت روز جهانی ختم معافیت از جرایم علیه خبرنگاران در غزنی برگزار شده است. مسئولین نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در غزنی میگویند که با آنکه میزان خشونت‌ها علیه خبرنگاران در غزنی کاهش یافته است، اما هنوز هم خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این ولایت با چالش‌های جدی همچون حق دسترسی به اطلاعات روبرو هستند. دی حکومت لارخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مختلفو بنسټونو لارخه په غزنی کې موږ یعنی متواتر ډول باندې دا پیښې را کمی سوي هغه تاوتریخوالي کوم پیښې موږ درلودې مخکې کلونو کې، اما ستونزه لا هم موجوده ده. د اطلاعاتو برخه کې ستونزه لا هم موجوده ده. د قوانینو سیاغه د رسنیو برخه قوانین دي، لا د اطلاعاتو د لاسرسي برخه قوانین دي، په هغو کې لا هم متاسفانه مشکلات سخت ډیر موجود دي. مطبوعات همیشه وقت در سنگرهای داغ در کنار مردم خود بی‌طرفانه عمل کردند و عمل خواهد کرد. در هر جریان ما مطبوعات دیدیم که شهید دادند، زخمی دادند، تهدیدات مرگ علیه اینا صورت گرفتند. دکتر محمد امین مبلغ، معاون مقام ولایت غزنی، در این نشست از تلاش های حکومت محلی غزنی برای آگاهی دهی از حقوق خبرنگاران و حق دسترسی به اطلاعات سخن می زند. که تمام رؤسای معاملین ما یک آگاهی کامل نسبت به قانون دسترسی به اطلاعات داشته باشند تا در چارچوب قانون در خدمت خبرنگاران باشند. و در کنار این، ما حتی آمرین حوزه ها و ماموریت های سمت را در نظر گرفتیم و همچنین مدیران امنیتی ملی در حوزات مختلف را که اینا هم اشتراک کنند و پرزنتیشن خدمت از عزیزان ارائه شود تا همه از قوانین مربوطه، خصوصا قانون دسترسی به اطلاعات، آگاهی کامل داشته باشند.
باید گفت که خبرنگاران در افغانستان با چالش‌های جدی و خشونت‌های همچون قتل، تهدید، لتوکوف و کمبودی معاشات و امتیازات روبرو هستند. در تازه ترین مورد، یما سیاوش، خبرنگار پیشین کشور، بامداد روز گذشته بر اثر انفجار ماین مغناطیسی که بر موترش جاگذاری شده بود، همراه با دو تن از همکارانش جان باختند. مسئولان محلی در ولایت کندز تایید میکنند که در نتیجه حمله جنگجویان گروه طالبان بر پاسگاه های نیروهای ارتش در ولسوالی امام صاحب این ولایت 4 سرباز کشته شده اند. جزئیات بیشتر از سمیم فیضی میشنویم. عصمت الله مرادی سخنگوی والی کندز در یک تماس تلفنی از کشته شدن 4 نیروی ارتش در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز خبر داد. مرادی میگوید که طالبان این حمله ایشان را شب گذشته در روستای از ولسوالی امام صاحب را اندازی کرده بودند. آقای مرادی گفته است که در جریان درگیری در این حمله طالبان 2 نیروی دیگر از ارتش نیز زخمی شده است. تیر شپادی کندز ولایت در حضرت امام صاحب ولسوالی استامینگ په کلی کې طالبانو په امنیتی پوستو برید کړی چې په تاسو سره 4 امنیتی سرتیری شهیدان او 2 نفر ټپیان دي. همدارشان په دغه نښته کې مخالفینو ته هم تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمیر معلوم نه ده. همچنان گروه طالبان با نشر اعلامیه گفته است که در این حمله جنگجویانشان 6 نیروی دولتی کشته و 8 نیروی دیگر زخمی شده است. طالبان تایید کردند که در جریان درگیری با جنگجویانشان آسیب نرسیده است. ولایت قندوز در شمال شرق کشور از ولایت‌های ناامن است که جنگجویان گروه طالبان در بخش‌های از این ولایت از جمله ولسوالی امام صاحب حضور و فعالیت گسترده دارند. مقامات در ولایت ننگرهار از بازداشت 2 تن از جنگجویان گروه طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. عطاالله خوگیانی سخنگوی اولی ننگرهار می‌گوید که این 2 فرد توسط منصوبین امنیت ملی ولایت ننگرهار بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که 2 تن از طالبان مسلح اخیراً از مربوطات ولسوالی سروبی و نیز بندر ترخم این ولایت بازداشت شدند. این افراد به انجام فعالیت‌های تخریبی در ولایت ننگرهار متهم هستند. ننگرهار ملی امنیت منصوبین و سرورد ولسوالی که و همدار از ترخم خاربوتی که در وسلوال و طالبان و 2 فعال غری چی په تخریبي کړنو کې لاس درلود د ژوندۍ لیولې دي، دوی څخه تحقیقات شوي دي، په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. ولایت ننګرهار در شرق افغانستان از ولایت های به شدت ناامن افغانستان است. حضور گروه های مخالف مسلح دولت و داعش در این ولایت از یک سو و داشتن مرز مشترک با پاکستان از سوی دیگر باعث شدند تا این ولایت گواه فعالیت های بیشتر ضد دولتی و تروریستی باشد. شهرداری کابل شروع به تخریب سینما پارک کرد. شهرداری کابل میگوید که کار تخریب سینما پارک شهر نو را آغاز کرده است، زیرا این ساختمان قابلیت بازسازی دوباره را ندارد. سمیرا رساس خانگوی شهرداری کابل بر رسانه‌ها گفته است از آنجایی که ساختمان این پارک امکان بازسازی دوباره را ندارد تخریب می شود، و افزوده است که تا اکنون درباره طرح مشخص برای ساخت جاگزینی این سینما تصمیم نهایی گرفته نشده است. در همین حال صحرا کریمی رئیس افغان فلم می گوید که ما مخالف جدی اقدام شهرداری در مورد تخریب سینما پارک هستیم. بانو کریمی افزوده است که تخریب سینما به معنی تخریب تاریخ و نابودی فرهنگ یک کشور است و باید جلو این کار گرفته شود. بعد از میان برنامه بیننده خبرهای کوتاه باشید.